شکست قبل از شروع بازی. در شروع کارزارهای انتخاباتی تیم حنیف اتمر با مشکلات زیادی روبرو شد که در نتیجه این مشکلات فروپاشی در این تیم رخ داد. حالا آقای اتمر دو انتخاب سخت پیش رو دارد که هر دوی این راه‌ها به شکست در انتخابات خواهد انجامید. اگر به خواست متحدانش موافقت کند و نظام صدارتی را بپذیرد، کار این گروه ساخته است. ولی اگر چنین نکند و عطا محمد نور و قانونی را در این شرایط حساس از دست بدهد، بدون شک در اول راه باید از دور رقابت‌ها کنار رفته و عطای دولت را به لقایش ببخشد. اما این وضعیت برای عطا محمد و قانونی نیز چیزی جز شکست نخواهد داشت. اگر بتوانند اتمر را راضی کنند که به خواستشان تن در دهد، چیزی جز شکست برای تیم انتخاباتیشان به بار نخواهد آورد. اگرچه میتوانند وجه شخصیتی خود را بهبود ببخشند، اما ضربه بزرگی به اعتبار اتمر وارد خواهد شد که شکست را برای این تیم رقم خواهد زد. ولی اگر نتوانند خواسته خود را بقبولانند، در آن صورت باید برای پیوستن به گروه‌های انتخاباتی دیگر اقدام کنند که در آن صورت نیز جایی جز مقام ششم و هفتم در تیم‌های دیگر برایشان باقی نمانده است. و در دو گروه انتخاباتی غنی و عبدالله میتوان گفت همان جای ششم و هفتم هم برایشان باقی نمانده است. اینجاست که شکست قبل از شروع را خودشان برای خود رقم زدند.